زائران پاکستانی برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین به سمت کربلا حرکت کردند تا در سفری 17 روزه به توفیق زیارت مرقد سالار شهیدان دست یابند. همکارم گزارشی از سفر طولانی زائران شیعه پاکستانی برای رسیدن به حرم حضرت سید و شهدا تهیه نموده که با هم می‌بینیم. صدها هزار زائر پاکستانی مسیری 17 روزه را برای شرکت در مراسم بزرگداشت اربعین امام حسین علیه السلام با طی کردن کیلومترها راه در کشور خود و سپس فرسنگ‌ها راه از طریق خاک ایران به سمت عراق آغاز کردند تا راهی کربلا شده و توفیق زیارت سرور و سالار شهیدان را به دست آورند. سفری طولانی همراه با مشقت‌ها و سختی‌های بیشمار که با انگیزه ابراز وفاداری و محبت به امام حسین و خاندان پاک اهل بیت علیهم السلام صورت می‌گیرد و تمامی سختی‌های آن برای شیعیان مخلص و وفادار پاکستانی شیرین جلوه می‌نماید تا بتوانند خود را به صحن و سرای مولای خود برسانند. خبرگزاری اخبار شیعه گزارش‌های تصاویری از زائران پاکستانی را در حال بستن چمدان‌های خود و آماده شدن این شیعیان مخلص و وفادار برای رهسپار شدن به این سفر معنوی به دست آورد. کاروان‌های بزرگی که شامل کودکان، زنان و سالمندان است و پس از گذشتن از ایران ابتدا به سمت نجف، سپس کوفه و در نهایت به سمت شهر مقدس کربلا در روزهای قبل از مراسم اربعین حرکت می کنند. قابل ذکر است که پاکستانی ها مانند سایر کشورها در کربلا موکب های خدمات رسانی دارند. به گزارش اداره شعائر و موکب های حسینی، بیش از 170 موکب خارجی از نزدیک به 13,000 موکب در ایام اربعین سال گذشته در ارائه خدمات به زائرین شرکت کردند. سال گذشته بر اساس توافقات صورت گرفته با وزیر کشور پاکستان، یک ماه قبل از زیارت اربعین دولت عراق با صدور ویزای ورودی رایگان برای 100,000 زائر پاکستانی موافقت کرد. وزیر کشور عراق در اقدامی دیگر با یکی از اعضای ایرانی کمیته زیارت اربعین در خصوص ورود زائران خارجی غیر ایرانی مانند زائران پاکستانی و افغانستانی که از بندر شلمچه از طریق ایران و استانداری بصره وارد می شوند گفتگو کرد. این موضوع همچنان از جنبه‌های مختلف در دست بررسی است تا اطمینان حاصل شود که تمامی زائران سازماندهی و پذیرفته شدند. این سفر طولانی و طاقت فرسا نشان دهنده قدرت ایمان و وفاداری زائران پاکستانی و تلاش خستگی ناپذیر آنها برای رسیدن به حرم امام حسین علیه السلام و شرکت در این مناسبت معنوی و بزرگ و تجسمی زنده از وحدت و صداقت است که میلیون ها نفر را از سراسر جهان گرد هم می آورد. بینندگان عزیز، در گزارشی که امروز پخش شد دیدیم و شنیدیم که زائران پاکستانی برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین به سمت کربلا حرکت کردند که تا سفری 17 روزه به توفیق زیارت مرقد سالار شهیدان دست یابند. ارتباط ما با آقای افسر رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از شهر مقدس کربلا برقرار است. آقای افسر رضا سلام و عرض ادب. آقای افسر رضا، شما خودتون هم تجربه سفر زمینی طولانی مدت از پاکستان به ایران و سپس کربلا رو دارید. در رابطه با مشکلات زائران شیعه پاکستانی در این زمینه لطفاً توضیح بفرمایید. بنده هم عرض سلام میگم خدمت شما استاد بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. پیشمیش رسیدن ایام سوداری آقا عبدالله حسین تذکیه درس میکنم خدمت شما عزیزان. خب قطعا در جریان هست یک فاصله بین 6,000 کیلومتری از شمال پاکستان تا قلب کشور محترم عراق، یعنی کربلا، نجف، برای آن دست زائرین زوار شریف پاکستانی که بیشترین اکثریت آنها به قشر ضعیف جامعه تعلق دارن، یعنی مجبور هستن طی کنن تا به سفر عشق
یعنی به همین کنگره جهانی اربعین حسینی برسد. خب در این مسیر علاوه بر طولانی بودن مسافت سفر سخت زمین بین از مبدا پاکستان و به عبور از خاک جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به خاک کشور عزیز عراق، مشکلات فنی و اداری یک به طور سریالی همواره موجب افزایش رنج و درد این زوار عزیزی میشن که همه ساله بیشترین کسایی که حتی برای یک بار اومدن به این عتبا فعالیت و اماکن مقدس در ایران مجبور هستن پس انداز خودشونو در همین راه استفاده کنن، ولی متاسفانه هر سال به مشکلات اونا به این شکل اضافه میشه که کافتی های در خصوص صدور روابط به موقع به ویژه در ایام محرم سفر یکی از چالش هایی هست که زبار پاکستانی کاروان های زیارتی که تعداد ده ها هزار نفر رو در فقط ایام دهه اول محرم سفر میکنن به ایران و عراق برسن مواجه هستن. امسال هم متاسفانه شاهد چنین کارشکنی هایی هستم علارغم تعهدات تکراری کشور پاکستان و کشور ایران برای تسهیل و روانسازی سفر زبار پاکستانی به سمت این دو تا کشور، ولی هنوز هم گزارش حاکی از اون است که پیچیدگی‌های اداری برای اعطای روادید زیارتی از سوی کشور ایران و به ویژه از این دیده شده که کشور محترم عراق نیز سختگیری رو در خصوص اعطای این روادید کار گرفتن. برای مثال یکی از پیچیدگی‌ها که این روزا برای پاکستانی بعد از طی 2000 کیلومتر پاکستان و ورود به خاک ایران و سپس تلاش برای ورود از گذرگاه‌های مرزی ایران به سمت عراق باش مواجه هستن اینه که تمام روابط‌های مانیفست یعنی روابط‌های جمعی که قبلا به صورت غیر اتوماسیون صادر می‌شد از سال گذشته این روابط به صورت الکترونیک صادر شد و روند اون آغاز شد، ولی شاهد هستیم که با علارغم اتوماسیون شدن صدور روابط و الکترونیک کردن اداره این زغوارا به تعداد چندین هزار مجبورن دوباره در مرز عراق صبر کنه، تمام روابط دوباره بررسی بشه، استعلام بشه و علارغم این که روابط معتبر دریافت کردن باید منتظر باشن برای ساعت ها تا اون روابط روی پاسپورتشون به صورت روی گذرنامه‌شون به صورت استیکر الصاق بشه. با توجه به تشدید دمای هوا در هر سه کشور، حالا شاید دمای این در ایران در مقایسه با کشور عزیز عراق و کشور پاکستان کمتر باشه، ولی تشدید دمای هوا کاهش یا کمبود تسهیلات زیرساختی در سمت پاکستان و در سمت کشور عزیز عراق نیز که از چالش های هستش که متاسفانه زبار پاکستانی برای مواجه هستند. بله تشکر میکنم از شما آقای افضل رضا. با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از شهر مقدس کربلا که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.